عزیزان من تشکر میکنم که از راه دور و نزدیک تشریف آوردی، دستتونم درد نکنم. یه تشکر بیشم علخت کامیوندارا، دریدی های 18 چرد، 12 چرد، 10 چرد، کامیونت، وانت، پراید وانت، از همه شما تشکر میکنم. اتحادیه کفی، از این عزیزانم تشکر میکنم. یه پیام تسلیتی هم از جمعی از رانندگان تصادفی وسایل نقلیه سنگین مبهوس در زندان فشاپوریه به دست ما رسیده، از اون عزیزانم تشکر میکنم. امیدواریم بعد از آزادی از زندان یک کمی به از علائم راهنمای رانندگی توجه کنید. آمین. تشکر میکنم از همه شما که امروز گوش بده
زینت بخش محفل ما بودید. آقا اینو بچرخون. یه ناهاری هم تدارک دیده شده. در خدمت عزیزا هستی. وسیله ایام و زمان، وسیله ایام و زمان هست. نه نه. وسیله ایام و زمان متاسفانه تدارک دیده نشده. با همون وسیله که تشریف آوردید با همون تشریف بیارید. آقا بده. برای ناهار. آقا دو تا بر ندار. اتحادیه بی پدر شو. ببینم برای دلت نره. ببینم برای دلت. بدهش خیلی زیاده. بده دست دارم آمانه گوش نه بده خلیل آقای شما بله اسخر آقاس اسخر آقا کی؟ پسر جلیل لولکش. جلیل لولکش بله کن آقا یه ظرف بده 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 خاطر عیم بده بده دوتا بچه گونه بگش بچه زیاد داری جمع زیاده زیاده خب شیر بدیم بشه چیه دیگه دوتا بیشتر تو مونتر گوش نه بچه گونه پسر ساله کمر شکست کمرم شکست تعدیق چی میخواد؟ تعدیق آقا جو کوچت بده 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 بابا سب بار گفتم ایوب خواهیم تعدیق نزد خانواده داغدار حساسن رو تعدیق دیگه آقا جو کجایی ببینی تعدیق تو داریم میدیم بره ابراهیم خان توف تو هرچی تعدیق یه خور خورش بریز اینجا خدا رحمتت کنه وای 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 از خوردن مال این خدا بیامرز خسته نشد رو 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 بیا برو بیا ببینم بیا برو بده بیا برو خود بیا برو خود بیا برو بابا دیگه دوست به خدا میبینم بیا برو بزن اینا میخندن به بود یا باش آقا ما دقیقه زنجور ببینم چربی قیمت همه منافذت داره میرسه بیرون واکو خودتو یا این کانگورو همش بدک دهنش به جنبه بل... خیرات بابای من چجوری از گلوی تو پایین میره من خیراتشو بخورم فاطمه بفرستم برسه به روش نجات بده کنی یا نه خاک بر سر فگون فامیل و تیرو تایفه ما که خیرات تو باید نجات کل نکنی جلوی مهمونا خیر سرمون عزاداریم خب آخه ببینین از صبح خورما و حلوا چپوندتون حلقه باموندش بعد سیب و موز الان هم که قیمه میخوای بیفتی سقط چی حداقل برو بیفت جلوی یه ماشین دیهش برسه به ما نکن خدا نکنه ببین یه آقا جون بود که رفت یه مرد بود یه مردم من برم بیفت فامیل دیگه مرد نداری دا چرا مونده داداشم از برو خیال راحت مامان جون نمیخوای چیزی بابا این کتا با آقا جون داده بود چه نگوی میکنی آخه چته به جای اینکه بیا اینجا کمک کنی زدی ننه بزرگت هم ناکار کردی برو گم شو تو دانشگاه تهران دامپزشکی قبول شدم دانشگاه فرهیختگان تو برو دروغ نگو به من به خدا دانشگاه تهران فرهیختگان دامپزشکی قبول شدم آخری درست قبول شدی دانشگاه فرهیختگان تهران دامپزشکی بابا قبول آقا خلیل یعنی واقعا پسرتون قبول شده خدا قبول شده شد شنیدی پسر آقا خلیل قبول شده بگید ماشاءالله میگه نبودی و ندیدی که قبول شد پسرم خاک عالم به سرم میگم پسر جان نمیشد این مدرک رو زودتر بگیری قبل از مردن پدر بزرگ خدا بیامرزت خودت مالشک میکردی خودت دوا درمونش میکردی شما کارتو بکن دامپزشکی قبول شده کارتو بکن آها ببخشید ببخشید خاک عالم به سرم خاک عالم به سرم شما رو نمیگم خاک عالم به سر خود من به خاطر این اشتباه تبریک میگم اکبر جون یه نعمت و خدا ازم گرفت یکی دیگه به انداز دکتر رو میگم دیگه برام رو میگم آره خودت که یادت این از بچگی عاشق جک و جونورا بود آخرم شد دکتر جک و جونورا ای رضا یادم نبود مشکل دکتر رفتن تو هم خدا رو شکر
درمان بجه این کارو بشید درس بخون به یه اقلی یه پخی بشی بزی این برنامه پخ جد و آبادت آی دکتر دکتر پسر فرهیخته بله بابا تو چه داری بیا قربونت برم بیا اکبر جون گوشی جانم بیا دکتر اومد یا الله آی دکتر اکبر جون گوشی دکتر اومده آی دکتر جلسه گوشی خدمتتون گوشی پسرم با اسخر آقا پسر اکبر آقا صحبت کنم در مورد رمزوراز موفقیت تو کنکور هر چی میدونی بهش بگو اسخر اسخر مگه 10 سالش نیست ربطی داره از الان راز و رمز موفقیت در کنکور عزیز من بگو اینو بهش به خاطر شما فقط آش صحبت کن اسخر جان سلام من از 6 سالگی رازو به تو یاد دادم خوبی عزیزم من میخواستم بهت برنامه بدم برای کنکور 8 سال دیگه‌ات که می‌خوایش کلاسش زحمتشو کشید خب چه رشته ای میخوای بخونی اینم بهم بگو مهم نیست تو رازو بگو بهش شاگرد شوفری کامیون بابات اونو بده من خودم بهش میگم بله خیلی سخته مامان گوهر کجاست داره از دال بون عکس انتخاب کنه بابا در من تمرکز منو به هم نزد دارم برنامه مگه نگفتی بدم نقطه ضعفمه خب من الان نمیتونم تمرکز کنم برنامه آقا جون اونو یه دقیقه بذار کنار اینا رو بکن چچل یه لحظه آروم باش بابا درست صحبت کن بچه با خدا رحمتت کنه ابراهیم از یه طرف راضیم که از رنج این مریضی نجات پیدا کردی از یه طرف دیگه آخه من بی تو چی کار کنم تنها شدم ابراهیم تنها شدم بچه ها هر کدوم فکر و کار خودشونه من موندم تنها توی خونه آخه لابد باید منتظر بمونم ببینم کی وقت مرگم میرسی ای کاش منم با خودت برده بودی صدام چی بود که ندادید شما معدلم 1997 بود خیلی خوب شما رئیس آموزش پرورش شهری مرد سی من دارم راه میذارم جلو پا شما سوله ستاد بحران شهرداری رو بگی این آقای دکتر رو من هماهنگ میکنم بیاد اونجا صحبت کنه رازی رمزی موفقیتی چهار تا جوانم دنبال روی شما الو الو بدون من اونو تو بلد بدون من وای خلیل بسته تو رو خدا از صبح تونه 200,000 تومان شارژ گرفته کل شهر رو خبردار کرده خوب کرده تا قبل این آقای دکترمو فرهیخته فامیل این رضای وام سیزده ترم طول کشید یه دیپلوم تربیت بدنی بگیره 10 ترم عزیزم یه درس بوده اونم ارجاع به استاده برشم فوق دیپلوم من گرفتم تمام نخم ببخشید چهارم جا واقعا من از طرف همه دانشمند بقرات به این ور تقدیر میکنم از شما بخاطر فوق دیپلم بکشم یاد بگید احترام بذاری به بزرگتر بغیر از دایی رضا مادر جمعه فهمید آرزو به دل موندم یه بار با هم دیگه کلکل نکنین یه بار هم دیگه رو ندارین مادر جون چشاتون قرمز شد خود نکردی گریه کردی نه؟ نه مادر استخ بودن کلور رفته تو چششون جدی؟ مرد حسابی شوهرش فوت کرده چه حرفیه میزنی؟ بهرام جان عزیزم مادر میخواستم ببینم میشه این اگر خودت نمیخوایشون این کتاب کنکوراتو به من بدی؟ معذرت میخوام
نه جان گوهر، کتاب کنکور من به چه درد شما میخوره؟ و مادر تو چی کار داری؟ پاشو بده دیگه، حتما میخواد سرش گرم میشه. مادر جان کتاب زیست جانوری به نظرتون روش پیچیده ای نیست برای سرگرمی؟ کجا بحث میکنی؟ میخوای مادر یه کاری کنی؟ من یه سری کتاب عشقی سوزناک دارم، داستان خوب واسه بچه های خوب، ژول ورن نوشته، خیلی خوب، اونا رو بدم بهتون. وای خاک تو سرم، شوهرت رمان عشقی میخونه؟ بختم سیاس. مادر اینا رو نمیخوام، همون کتاب های شما رو میخوام، اگر خودت نمیخوای بده به من. باشه باشه بینی خانم جا، چی میگه؟ باشه دیگه کتاب چیز میخوام، کنکور میخوام. باشه باشه دکتر اومدم. باشه بین کتاب ها بهتون بدم ننه جان گوه. برو تو دیگه مال خودت نیستی پسر. به ننه من کتاب عاشقانه میخوای بدی آخه ایشو؟ الهی بمیرم براش. نه اینکه بهرام میخواد از اینجا بره، میخواد کتاباشو بذاره تو کتابخونه، بوی بچه‌م رو استشمام کنه. عجب چیزی گفتی. یه دو تاشم برای خودمون بردار. خلیل شیمیو بردار، این شیمی لاکردار رو انقدر خونده و ورق به ورقش به بچه‌م رو میده. خب اقلا یه زیستشم بدید منم یه نگاهی بکنم، یاد بهرام بیافتم. خب نه جان گوهر، این کتاب شیمی سبز تو روش اشتباهی آبی کنی. مجموعه کلاغ سپید شیمی، این سمور سفید، این هم یه سری سیدی های آموزشی خدمت دست درد. این نه اینو بدیم به من. چرا خب اگه خوبه بده؟ نه این سیدی خوبه. ای وای چرا چرا این گیری سیرم داشته بزگل، این چیه داری میدی مادر بزرگت؟ بی شعور این چیه داری میدی ننه بزرگت؟ برای چی میزنی خب؟ هیچ آناتومی انسان پدر من، آناتومی هر کسی، آناتومی هر آشخالی، آدم نمیده دست ننه بزرگت. به سرم جان نمانده به وجود همسر در به درک، خاک عالم به سرم. آقا خاک عالم سر خودتو جد و آباده. به ننه من چی کار داری شما؟ با منی؟ با کی اپا؟ با خود خودتا رفتی یه سال مثلا تمرین کردی اومدی خاک و عروس سر ما برای چی؟ کشور سر ننه ما همش کنی دارم مسخره بازی داره بردی. شما شعر چه میدونی چی چیه؟ تو شعر میدونی به بخشی سال رفتم روش کار کردم چرا عاطفی احساسی برای تو ننه گوهر، ننه گوهر دانشگاه قبول شده. کجا؟ فرهیختگان تهران، اونم پزشکی. دانشگاه چی؟ ننه خلی رو من سر پیلی داره که گیری. بفرمایی بفرمایی، هر دم از این باغ بری میرسن. آقا جون برای خیلات انبادتون پیرزن رو برسن این دانشگاه. میخوای من کیف و رو پوک جمع هدیه بدم؟ بیا بیا بولی یه بار از سوانی بشن. بردک من شه احترام به محسن کرگو دارم. خب این رزا دانشگاه قبول شده چطور میشه؟ اصلا شایش این چی اخو بیشو این چیه؟ اجماع السلام ها پزشکی فریختگان تهران قبول شده. مامان بابام نمیذارن برم، میرم تا خدا رو بیارم وساطت کنه. بابا آفرین خانم، کجا میری؟ زندان پزشکی فریختگان تهران قبول شده، مامان بابام نمیذارن برم، میرم که خدا رو بیارم وساطت بکنم. آفرین خانم، کجا میری؟ دندان پزشکی فریختگان تهران قبول شدم، مامان بابام نمیذارم برم، میرم که خدا رو بیارم وساطت کنه. Oh, my God.
میرسم به جون تو. به تو چه کجا میرم؟ چقدر فضولی تمه. وای چه تفری حالی گرفتی؟ به بچه چی کار داری؟ حالا داری کجا میری؟ پس خدا آفرین خانم چیکار داری؟ دندان پزشکی تهران قبول شدم. مامان بابام نمیذارم برم. اومدم کات خدا رو بیارم وساطت بکنه. کات خدا خیلی مریضه. خب ده هزار تومان میگیرم کولش میکنم خودم میارمش دوباره برش میگردونم. آو ماشاءالله چه هم قیمت اسنابم حساب میکنی. میخوایی توقف در محلم بردار. فیزیولوژی اینا با من هست نزن. هزار بار گفتم من رو شیرم حساسم. نباس بیاد زیر دوتان. ای بیاد با وجودی که دوستت میدارم از حقوقت کسر میکنم. گفته باشم گل گام بدبخت رو نمیتونم به چلونم. خودش میزنه ظرفیتی داره ایام ظرفیتش. من حرفم زدم عیز دلم. شیر بیاد پایین شما مسئولی. بفرمایی باباش. عرض سلام جناب گلی. علیک سلام. شما؟ بنده مسجد غلام رضایی هستم نوکر شما. خب گل تقدیم به گل. اونم چه گلی جناب گلی. به قولی حضرت مولانا خارم ز تو گل گشته و اجزا همه گل گشته. البته اینجا منظور شاعر خاری گلستا. خاری منو شما رو نمیگه. بله با اجازه ببوسمتون که وجودم معطر بشه. آره الان نمیخواد. مرسی. بچه با خوبی هم میدین. دوست میداری؟ بیانجه هست تازه برای گاواری. بیانجه به شما بخوره بو گلاب میگیره جناب گلیه گل گلاب. چه زبونی هم داری. برونه کی هستی شما منو چی کار داری؟ واقعیت چی تو خدمتتون عرض کنم بنده واقعیت به قول حضرت مولانا ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ چطور شد؟ الان خدمتتون عرض کنم من واقعیت جناب گلی من این گوهری که تو سیمای بنده داریم میبینین باز خاطر اینه که بنده عاشق شدم. عاشق شدی؟ عاشق کی؟ من یا گاوا؟ گاوا تو که حلال خودتون باشه. من عاشق دخترتون شدم. ساره؟ ساره که البته ساره خانوم. حالا ایشالا بعد عقد و عروسی و فلان و اینا ما بهش میگیم ساره. شما بی خود میکنی؟ اصلا ساره رو از کجا میشناسی تو؟ ما واقعیت هم دانشگاهی هستیم. بعد اینکه ساره خانوم دامپزشکی میخونن من ادبیات میخونم ترمی دو هستم الان دارم میرم ترمی سه. توی یه شب شعری ساره خانوم اومدن شعر خوندن و بند همونجا ایشونو دیدم و چی تو شد؟ عاشقش شدم. ترم سه ادبیاتی وقت اومدی خواستگاری دختر من؟ شما متوجه عرضی بنده نشدی. بنده فرمودم ترمی دو هستم دارم میرم ترم سه. به جز بررویی دیگه چی داری از خودت که اومدی خواستگاری؟ واقعیت بنده بخوام بهتون توضیح بدم بنده سر سوزن ذوقی دارم و ترانه هم میگم خدمتون. مثلا همین همین اواخر یه دونه ترانه گفتم برای استاد علیرضا عصار همین که رفیق صمیمی سیامک انصاری این ردش کرد. بعد آقا ما همینو فرستادیم برای شهر شیرینی. شهر شیرینی هم قبول کرد و شهر رو میافتاد کاراشو کرد و اینا. چقدرم کار فاخری شد. اگه واتساپ داری من براتون بفرستم. من ترانه هاشو گفتم رفیقم ترجیبند هاشو گفت. شما اصلا چجوری خانوادت راضی شدن اینجوری بیای این مسئله رو مطرح بکنی؟ باید واقعیت اینه که اصلا خانواده ما راضی نشدن. من اومدم خدمت شما که با شما یه سال مشورتی کنم. من یه عموی بزرگتر دارم. خب. دوتایی برسیم دست بوسه ایشون عمو بیفته جلو و کارا رو هندل کن. ما بریم دست بوس عموی شما که ایشون وساطت کنن خانوادتون راضی شن بیای دختر منو بوسونی. زای هست نه؟ اسخر!
یه بار دیگه دورو بر دختر من بپر، میدم چرخت بکنن قاطی اونجا بدن گاوا بخورن. من عاشقم، من ساره رو میخوام. اسم دختر منو نیار، اسم دختر من نیار، جرأت داری وایسا تو با همون چشم در بیارم. اسم دختر من نیار. بودو چطه خوف مزحکه خواستوام شدی، همه دارم به ریشمون میخندن، داری چای میخوری؟ خب چی بخورم؟ سر به داغ بخورس. لعنت به این کنکور، رضا ببین چی کارمون کرد. بابا اتفاق خاصی نیفت، ننگوار رفته دانشگاه درس میخونه برمیگرده میاد، چی شده مگه؟ مثلا تو اگه غیرت نداری من دارم، تو اگه سیب زمینی من نیستم. به اون خدا وضعی و خود تو خونه نگاه میکنم میبینم اینقدر بیرگی، نمیدونم خون چجوری تو بدن جریان داره. مرد حسابی بذارم ننم بره تهرون تک و تنها. خب حالا میخوای چه خاکی تو سرت مثلا بریزی؟ میخوام خاک رو بریزم تو سر تیرو تایفه تو. مرد حسابی چه طرز صحبت کردنه؟ رضا هرمون قیافت برم، تو فوق دیپلمی، کم کسی نیستی رضا. با منی؟ به اون خدا تو کم کسی نیستی، مگه ما چند تا تو فامیل بالا دیپلم داریم بالا سیکل داریم؟ اگه منم دیگه باعث افتخاری، به خدا کیف میکنم وقتی میبینم مدرکت. جان من به جان رضا اینجا راه میدی کیف میکنم. خب مرد اسم کی میخوای دست منو بگیری؟ کی میخوای از این سوادت استفاده کنی؟ هر وقت بگی من نوکرت هستم. یه کار ازت میخوام رضا، شعورت انجامش بده. من مخلصتم. میری چند تا کلاس علمی هنری برای ننگوهر پیدا میکنی که این از سرش بیفته دانشگاه. چی باشه کلاس؟ هر دیگه خودتی و کرم خودت و مرام مخلصم. میدونم چیکار کنم. آره حله. آره من خودم همه کار ردیف کنم. میخوام یه کاری کنی دیگه، فکر دانشگاه رو نکنه، فقط دوروبر خونه نزدیک باشه. رضا من امیدم به توه. قربونت برم. وقتی اینجور میگه حالا بد میشه. رضا این شاسکولا نباید به من و تو بخن. غلط کردم. کت خدا کجا میری؟ سر قبر عمواتت خجاله دو کشره حسن جان جواب خویسته بلطف شما کت خدا. نه نه اصلا جواب خویسته بلطف شما کت خدا یه زحمت دو کش برو دندونای حجز خرابه جمعوری کن بیار خونه امه. چشم کت خدا چشم بیا بزر. به قاطر ما گاهی میکنی کت خدا. خسته شما نانگا اصلا قضیه اون چیز شعبهی میکنین نیست. من اصلا در جریان نبودم که این میخواد بیاد، اصلا نمیدونستم. بعدم راستشو بگم یا فقط دوست ادبی من هست فقط. ای بی خود کردی دوست ادبی میگه اما این ننه من قریبم داره در میاره. یه دفعه دیدی دوست ادبی تبدیل شد به دوست ابدی. گفته باشم نگه نگفتی؟ حرف من گوش بکنم. شما پا میشی بایی میری تهرون تا آخر دستشم پیشش میمونی کنترلش که جناب عالی پاشی بری بایی پسر خالات دادادو ها خجالت بکش. لال من کی رفتم دادادو فکر کردی بخمه گیر آوردی نه از دهنم وا بشه. وا کن وا کن ببینم چی داری میگی. من این آفتاب پارک پارک. بله اون خانومه بود که مادرت تر خشک میکرد یادته؟ لابو من بردم عقدش گرم بردم شمال ها. او هم تو جریان. بله برود نمی بردم گفتم شاید پشیمون بشی. والا جوونا در قفسم پیرا در هوس. زشته زشته لال من والله بنده خدا رو بردم رسوندم در خونه اش که بعدش جون حافظیه نبود. چاره حافظیه ترافیک بوده. ای بابات رفته لاهی جان دور زده که خانمو برسونه. اصلا ای آینه دل من تنگ طلا بود تو شکندیش. من دیگه تحمل زندگیو ندارم. با میشم میرم خونه بابا میره اونجا تکلیفم روشن میکنه. کجا سر زوری لاله لاله بیا همین رو میخواستی همین رو میخواستی لاله. سلام لاله خانم حالتون خوشه؟ اینگو کپه اینو خود چی همه جا هم هست. ای چند نور برد به صندوق عقب ببینم نو کرده دونم هستم بزن عقب بزن
بزن عقبت. کجا تشریف میبرید؟ به تو چه رفتی داره؟ من تو فضل محله یا؟ سلامت باشه. ای اسم جگرگوشه منم دیگه نمیاری یا گفته باشم. حالا تا ببینیم چی میشه بفرمایید. خیلی رو داری پر رو. یعنی مدل رفتنتون شب قهره سری من دعوا کردی؟ نه خیرم سر بدبختی خودمه. میگم میخوایم بیام پیشتون بشینم یه ذره درد و دل کنیم سبک شیم مامان جان. مامان جان کوفته زهر مار آقا برو. به سلامت. آقام نداریم بریزیم پشت سرش. سلام علیکم. میگم این شکلی رفتنه شبی قهر بودا. ولی میگن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن قصهشو نخوریم برمید. یعنی ها من نامردم اگه بذارم این دیگه زنده بوده. من نامردم اگه بذارم تو دیگه زنده. جفت دهنه باز کنه. چیه باز کنه که خود دهنه باز کنه؟ که دهنه باز کن. جعفر ببنده اکبر باز کنه. اکبر باز کن. اکبر باز کن. اکبر ببنده. رحیم 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 آنن آقا بطول 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 دانه باز کن. صدایی به هم باز کن. سه نفر ببندن دهنشو. بهرام باز کنه. آخ 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 نش بهرام یه ده آخری هم کندی. دو ماه پیش برای خودش افتاد. به دهن آهالی همه جان رم کن. یه دندون پزشک داشته باشی. چقدر به فکر دهنه عالیه کتخدا. آخه کتخدا جان قربانتون برم عزیز من. من از دار دنیا همین یه دونه دختر دارم. شما که خود دلچهجان هستی. ما هرچی تلاش کردیم دعا کردیم هر کاری کردیم بچی خدا به ما نداده. بفرستم بره. این که اصلا فاصلش با من کلن فکر نمی کنم بیشتر از 340 متر. اونم تا مدرسه روستا بوده. امجانی 343 متر. بلا میستر من میدونم شما اشتباه داری میکنی. اون سمتش داخل کلاسه. من دارم تا خود مدرسه رو دارم میگم. اون وقت من چجوری اجازه بدم دختر من جگرگوشه من بره تهران بره دانشگاهی چی میدارم فریختگان یه دکتر میشه دیگره. تو حرف نزنی. ای نره پسر جان یه دکترهای دهان لازم داری. حد خدا جان بره نگاه بکن با بخشی بچه منو قاچاق بکنم ببرن دبی. شما جواب میدین؟ مگه هیروینم مگه قاچاق بکنم؟ چرا خنده میکنی؟ خب بدم میدسی؟ آقا یار مامان چرا باید تو بحثای خانواده که ما دخالت بکنه؟ این دختر آقل باهوشه. بذار به دکتر بشه. برگرده بیاد. این آخرین وصیت منه. چی داری میگی آخرین وصیت چیه آقا؟ انشالله صحیح شما 120 سال بر سر ماست. عزت و شرف لا اله الا الله. احمد گفته باشم آخرین وصیت کت خدا را اگه عمل نکنی تا اینجا دستش از خواب بیرون میمونه. میرم دانشگاه. میرم دانشگاه. میرم دانشگاه. بابا بدن آقا. مگه این صوفیه لونه نمیخواین بدوزدن؟ بله برای من صوفیه لونه. الان من اینو بگیرم. یه من میخوام برم تو شکل راست بابا بلم کن آقا. لا اله الا الله. خب من از رضا جان خواهش میکنم یه برنامه یه ساله تنظیم کردم برای اینکه شما نیازی نباشه اصلا تا دانشگاه برین که سرتون گرم بشه. همینجا سر خودتون رو گرم کنید چون واقعا دلتنگیش اذیت. رضا جان بخون بخونش بخونش. بده اون متن عزیز متن بدین. بعد از اینکه متن وقتی میگم به نام خدا این برنامه هفتگی شماست. نگوه شنبه آموزش ملیل دوزی عصر شنبه اسرار فال قهوه با مادام جورجت. یک شنبه گل چینی. دو شنبه استراحت میکنی. سه شنبه هم کارگاه موبایل داریم. چهار شنبه هم ورزش. پنج شنبه هم که زیارت اهل قبور. همه با هم میریم. آسان خیلی هم حال میده. جمعه هم گیپور بافی. عصرش هم بریم صخره نوردی و سنگ نوردی. شما سنگ نوردی دیگه چی؟ خیلی باحال ننه گوهر. سنگ کس بودن به دیوار اینجوری ازش میری بالا. من یه سال تموم نشستم درس خوندم که برم دانشگاه. این مسخره بازی رو تموم کنید.
برنامه است. آخه این برنامه تو برنامه خود قبلش خون که خاک عالم تو سرت کنه گرم هنری برزش یارم تو حلق خود آقا تو نگرف برا خجالت نمی کشن برای من کلاس تعیین میکنن هیچی نمیگم هر کاری که دلشون میخواد میکنن انگار که من خودم عقل و شعور ندارم آخه این درسته ابراهیم یعنی من حق ندارم برای باقی عمرم تصمیم بگیرم؟ ببین ابراهیم من میرم هر طور شده باشه من میرم حواستون به من باشه این بره تموم زندگی تو بیشعور تو الان میخوای بری چی بگی؟ میخوای بری دانشگاه بگی من با ننه بزرگم توی دانشگاه درس میخونم تو الان فردا قهر کنی با این بیشعور دعوت بشه درست کجا میخوای دیگه قهر کنی؟ واقعیت دیگه تو هم نباید دلخور بشه الان کجا قهر کنه بره؟ آه؟ کچل تو دلت تایی نمیشه برای ننه بزرگه بابا دل بدید نذارید این بره اصلا ریاست من تو اتحادیه به درک شماها شروع میکنیم آخ بابا بزرگ خونه ستون خونه این خونه که ستون نداره چرا دیگه پسرم ستون داره همه خونه ها ستون داره فقط ستون رو گذاشتن توی این تیغه های دیوار که خوب دیده الان چی داری به این کچل یاد میدی تو این از برنامه یه سالت دادی به کسی که پزشکی تهران قبول شده مگه خیاطی تهران قبول شده بابا مگه نه من با شما هماهنگ نکردم باز چه بازی داری در میری ولد چموش کجایی ببینی با انگشت همه نشون میدن منو خجالت بکشی بس کن خلیل اینا رو تو مسخره بازی خودت دخالت نده بس دیگه برای بابامون داریم روزه میخونیم داریم عزاداری میکنیم اینم قدقنه بردار بریم علی کن قاب بابا رو خلیل دو ماه هر جنگولش بازی دلت خواست سر آوردی بابا مادرت میخواد بره دانشگاه خب بذار بره والا دیوونه شدیم به خدا مادر من عد باید برم اون دانشگاه که من دامپزشکی قبول شدم پزشکی قبول شد بره اونجا نمیگه ننه بزرگش پزشکی قبول شد خودش دامپزشکی ابراهیم خان خوب شد رفتی خفت و خاری این نوه تحصیل کرده تو ندیدی ما به جهنم خیلی خوب خیلی خوب اگه مشکلتون اینه من تو دانشگاه به هیچ کس آشنایی نمیدم که تو نوامی راحت شدی؟ بله اگه امارای بگیرن چی؟ دی ان ای بگیرن چی؟ من چی کار کنم؟ کجا برم؟ غر وقتی تو نیستی؟ این دختر غر میکرد میومد پیش تو آخه زنست آقا جون دخترت بیپناه شد بیپناه کمرمون شکست خلیل یه دقیقه حرف نزن فقط یه دقیقه حرف نزن بشنو من چی میگم بعد هرچی که دلت خواست بگو اتفاقا خیلی هم خوب دختر من یه مدت برو خونت سنگاتو با شوهرت وابکن آخه چی میخواین از جون من من مادر بدی بودم 4 سال آزگار پدرتون مریض و زمینگیر بود یکیتون دست به کمک دراز نکردی همه کار براش کردم رو سرم گذاشتم بردم و مردم خار پاشنه گرفتم 2 دقیقه نمیتونم رو پاهم وایسم چی میخواین از جون من 47 سال پیش 47 سال پیش نفر دهم کنکور شدم به خودم گفتم ولش کن سرتو بنداز پایین به زندگیت برس بچه هاتو بزرگ کن شما ها رو بزرگ کردن حالا شما همه چی دارید خونه زندگی همه چی دارید من چی دارم پدرتو هم که به رحمت خدا رفته چی کار کنم آنجی کار کنم منتظر بمونم جبرائیل بیاد عمرمو بگیره آره زهر مار نه آخه منظورم میگه حضرت جبرائیل خب کارش چیز دیگه از احتمالا بعد اسرائیل بیاد برسه خدمتت حالا تو شدی الان معلم به این درس میدی به اون پیرزن داری درس میدی خب خار داری بشین تو خونه خدا تو میبینی اینا چه به سر آدم میارن آدم جبرائیل اسرائیلشو قاطی میکنه خوب گوش کنیم ببینیم بهتون چی میگم من 1 سال زحمت کشیدم جون کندم روزی 20 ساعت درس خوندم تا همون جایی قبول شم که 47 سال پیش قبول شدم تو خلیل اگر خودتو آتیشم بزنی و من از رود رد میشم و میرم دانشگاه خلاص آفرین حرف آخرته خیلی خوب هرکی یا آقابت بوده این هم آقابت بوده بیرم آقابت بوده
نکنه من شوخی ندارم نکنه من شوخی با کسی ندارم بنزینه آره آفرین بنزینه بنزینه آتش نشانی تا بیاد من برشته شدم آشنامه من زنگ زدم سنی میاد عزیزم بندک بله بندک من فندک دارم اینا بندک 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 سیگار بکشم من سیگار نمیم چرا سیگار نمیم من دارم خودم آتش بزنم بس کن خلیل این شامورتی بازی ها رو در نیار بس کن شامورتی بازی تو این بوه چیه امام شاد میری یا میمونی اگه نرم دلم میشکنه تو میخوای دل مادرتو بشکنی فاتحه رو بخونید نه میمونی یا میری باشه نمیرم اما آخت میکنم خلیل به روح ابراهیم به روح پدرت آخت میکنم دیگه هم از این به بعد اسم تو نمیارم تو میدونی آخ والدین یعنی چی دیدار ما دیگه رفت به قیامت خیلی اگه فندکو نمیخوا آتیش نمیخوا خودتو بزن فندکو برگردون بهم بده به جون بچم به اون خدا با اختلاف بیشورتر این آدمه هستی که ایدم با فندک خواستی به دادم بگه چرا اونجوری میکنی تو کجا برای دانشگاه رفتن منو اگه واقع میکنی رنج شما را آفرین پدرم حالا من بدون شما چی کار کنم من هستم من هستم مهربون تر باش انقدر مادر مراقب خودت باش هم وایسا دختری قشنگم مواظب خلیل من باش یا خوب بچه هم یه وقت قصه نخوره مراقبم خانم جون شما نگران نباش برو به سر خدا حافظ شما خدا حافظ شما سلام سلام خوبی؟ سلام خوبی خوبونه؟ به جان خودم قیافه این دختره دقیقا شبیه دلال است دلال چی؟ دلال آدم رو با دیگه پس کن نیز جه ها من نده یکی به تو نکن جل مردم با من فهمیدی؟ وقتی که تو رو بسته‌بندی کردن گوشن صندوق عقب ماشین بردن دوبه بعد میفهمی مامان جون موز اونجا رو بسته‌بندی میکنن نه دهنده بعد دفت مامان به نظر من برو تخت بالا چرا؟ دسترسی دوزا آدم رو با هاب تو سخت میشه فوت 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 نکنی آنه یاد عمی خدا بیامرزه فوت فوت برای من نکن خب برو بالا خیلی خوب چشم آفرین کی بدوز بالا میرم آفرین ببخشید شما عزیزم شما مادر بزرگی که دانشجو هستین؟ نه من گوهر احمدی هستم دانشجوی ترم یک پزشکی اینجا چقدر خوشگله اون تخت پایینیه برای من باشه خب؟ بله باشه اوه اون چیه؟
که عالم تو سر من که میسپرم دست تو یه سری کار. مرد حسابی بار به اون گرون قیمتی رو دادی دست یارو رسید ازش نگرفتی. تو کی میخوای ادام؟ ابا او کامبیس میگفتی یه مرغی چیزی سر میبریدیم. حیف مرغ. داشتیم اینجا رد میشدیم گفتیم یه شاخی بزنیم به این طویله. یه رفیق دارم تو فرهیختگون تهرون، راننده است. آمار مادر تو گرفت. مادر کمی امروز فردا برمیگرده. شما شکمتو برای اتحادیه صابون نسرید. آ چیزایی که من شنیدم. مامانت حالا حالاها تهرونه. بیارین تو بابا، بیارین تو بجنبین. چی بیار تو آشغال نیارین تو. شلغم مرد، اتفاقم شلغم نداشتم برام. بیا اینجا میرم بابا. وقتی رفتم اتحادیه اینجا رو تغییر کاربری بده. شلغم بپز، بخور، بفروش. اینه او شلغم هم مادر تو فرستادی راه دور دانشگاه. آره شلغم جد آباده تو بابا کام بیز. آقا اسم تو این بعد بیا تو گاراژ. برو بابا اسکول. بیاییم بریم. بریم آقا. خواه بیافتیم. خوشگله. بهم سلام برسون.